خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم. توانی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم و بینشی که فرق این دوتا گهمصب و از همدیگه بتونم تشخیص بدم. درود، پدرامیتا هستم. مودیگل هستم. خوش اومدید به کانال پدرامیتا. من با ترک فلنگ از پوری من این ترک را گوش دادم. البته ناخواسته گوش دادم ولی خب گوش دادم. بریم، لیتس گو. آها، خب شروعش که خیلی نمکی بود، خیلی با نمک بود، اصلا مثل شروع یه دونه فیلم ترسناک باحال دیدی. آره باحال بود، میگیرته یا شروع یه فیلم دیدی، همون سکانس های اول خوشگت میکنه، همینجوری خوش شدن. خب ادامه. موس هم نیست، انگار که هیچ نیست. موس همون نمیدونی کجاست؟ نمیدونم بالا نیم. آها این بیتر رو داشت میخون. آها رفته و تو مخش، یعنی آره، یعنی اینو ود میده که تو همینو تکرار کنی. آره آفرین، خودش گفت که بقیه هم فازشو بگیرن. اسم این آهنگش چیه؟ آها این دیگه توش خط نداره. فلینگ. کاور کار خیلی عالیه، کاور این آلبومش، قبول داری؟ خیلی، ویژوالایزرش هم خیلی باحاله. ویژوالایزرش هم عالیه، کاور کار عالیه. ولش کن، نیست، مهم نیست. بیا همجوری دستمو میارم تا اونجا درازه میزنم. تصویر دستم دور موی سرم، من روزم ترند ترند ترند. چی سرم؟ موی دور سرم، دور سرم مدل موشم میگه مدل موشم ترند ترند. ویدو با گوشی آکیو با یشی، مارکتو گایدیم چون نداره لنگ. بارم و بستم چیزی که بد خواه بستم. فلنگ. آها 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 آها. موزیک خوبه، موزیک خوب شد، حالمو خوب کرد، موزیک حالمو خوب کرد. من پیشنهادهای خوبی میدم، به من گوش نمی کنی، فکر میکنه من کس خودم همش دارم کس شعر میگم. تو گوش دادی این کارو؟ آره آره، واسه هم خیلی چیز، واسه هم گوش دادم پشمام ریخت دفعه اول. آها حالمو خوب شد. نه باری که الا بچه رشت، آفرین. خیلی دیگه خوراک ماشینم. آها خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. برو ادامه. سکت همینو سوگل میکنمش تو کونت ها، دود تو کونت. حالا که اینطور شد دود تو کونت، دود تو کونت. بدنم واسه آها گفتش چی؟ ایموجی خدا، ایموجی دعا دعا، اینو تسبیح و مثلا یه مکه اینا میذارن، اسم خدا. آره باز میشه سکته. میشینم چلو چی میزنم شور کلی، عبد چیگی بازی بلد بودم مونوپولی، سنگین میکشه کش رپ و بیرون پولی. بازی مونوپولی میدونی چیه؟ آره. خب هنگ میدونی چیه؟ میزنم سبکشو میکشه ناپولی، دایرکت آن سنده حضوری هایده، میزنه تلپ سکته چون کارا گایده، بحث من و شما ها نه نداره فایده. تو عاشقا چقدر کارا گایده رو گایده گایده فایده گایده. خیلی باحال بود این کار. بهترین کار آلبوم نیست یا نه؟ من فکر میکنم اینطوره. چرا؟ واقعا آره، از نظر من خیلی بهترینه. اصلا جزو میتونم بگم بهترین کاری پوریه. آفرین آفرین، منم میتونم بگم، منم میتونم اینو بگم. خیلی بهم حال داد. تو عاشق آیلیشی، من عاشق آیده. آیده مدلم که بیای پیشم چای دمه، همونه که رفیق تقیبی و جا میدنه، تو جمعتون بیام چقدر من نیاز به یه همچین جمعی، یه همچین فضایی دارم. رفیق فراری و جا میدنه. انقدر دوست دارم برم یه جا که همه پسر باشن، پسرهایی باشن که باحال باشن و عشتی باشن، مثلا حال کنی با همه، پرطرفدار و مشتی. ها؟ مشتی باشن و پرطرفدار. میرفتیم تهران، یادش بخیر، میرفتیم قهوه خونه چای میخوردیم، قلیون میکشیدیم،
بعد میرفتیم بیرون مخمونو پر میکردیم دوباره میومدیم میشستیم واسه چه میگفتیم میخندیدیم انقدر خوش میگذشت هم دیگر رو کیر میکردیم و هم تیکه میدادیم یادش بخیر در سر و پایین همه چون بازی به فالوور نه به ننه گایدنه خونواده رفیقا رفیقا خونوادم یه رو گوشی ما فروختم با سپول کارم الان پول ما هت خرجی یه رو سور و ساتم فازشو نگیر من فقط تو رپ فاگادم غریزی میدونم چیم فازشو نگیر من فقط تو رپ فاگادم فازشو نگیر بازم به خودش کردیت دادم من فقط توی رپ فاگادم اوکی ولی اونجا گادم چی میخواستم بگم سوگل جدیدن احساس میکنن مرد خونم اومده پایین یعنی دختر آه. دختر همش به واسطه تو دوستای تو همش داری در بیرون منو نگاه میکنه میگن ای که دیدم این 20 تا کوسه داره حال میکنه هر طرف لفظ بدیه این چه خب. نه ولی واقعا این علمیه که پسرها اگر با فقط خانوما در ارتباط باشن مثلا بعد ازدواج معمولا اینجوریه مثلا آره. زن و شوهر فقط با هم تو خونن مرد سطح تستوسترونش میاد پایین و وقتی مرد سطح تستوسترونشون میاد پایین افسرده میشن افسردگی میگیرن واسه همین باید آقایون مثلا یا تنهایی خیلی سطح تستوسترونشون میبره بالا شدیدن یا خب. اون باشن یا مثلا با پسرها میدونی کارایی بکنن که بعد خشن و اون خوی مردونشون رو بزنه بیرون آها و این حالشون رو خوب میکنه بعد میگن بین زن و مرد هیچ تفاوتی نیست حتی مرد تنها هم خودش رو میتونه درمان کنه آره ولی مثلا واسه ما خانم‌ها اینجوری نیست وقتی یه آقای یه مردی پیشمونه سطح استروژنمون میره بالا شماها تغذیه میشید ولی آره. مرد ضعیف میشه چقدر عجیب ولی خوب شد که راجع به این موضوع حرف زدیم. خورچیا تلست، نیپوریا با فیل نسور نا با گوز، دو تا چش جلو. خیلی به سورنا کردیت میده. خیلی. خب باید هم بده. در اصل ایشان گاد است از نظر من اگر رپ فارس رو مثلا شعر رو چون ببین تنها چیزی که ما توی رپ هست که خیلی پررنگه شعر دیگه. شعر خیلی پررنگه. حالا درست صدا و فلا هم مهمه، بیت هم مهمه، ولی شعر هم مهمه. توی شعر خیلی قویه پوری یعنی لفظای خوبی میاد ولی صد سال سیاه نمیتونه یک شعری که سورنا مینویسه رو بنویسه هیچکی نمیتونه بنویسه حتی بهرام هم نمیتونه سورنا باشه میدونی چی میگم خود سورنا نمیدونیم چه جوری شده سورنا حتی سورنا خودش سورنا نه 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 واقعا سورنا اصلا یه چیز پدیده عجیبیه مولانای زمان الانه واقعا آره میدونی خیلی خفنه خیلی خفنه اصلا تو چیزایی که الان داره میگرم اصلا 50 سال بعد باید بشینن تفسیر کنن که این مثلا چی میگفته ببین حالا شاید طرفداراش به پوری بگن گاد ولی اگر به خود پوری بگی گاد کیه مطمئن باش تو تنهایی خودش میگه سورنا گاده 100% این پوریه با فیل فیلم فکر کنم آلبومشه که میخواد بیاد این پوریه با فیل نه سورنا با گوز الان پول ماه تا خرج یه رو سور ساتم فازشو نگیر من فقط تو رپ فاگادم غریزی میدونم چیا خوبه چیا تلست این پوریه با فیل نه سورنا با گوز دوتا چش جلوم و دوتا پشت سرم با سمینه میزنم من اینکام و برکس اینکاش رو برکس میزنم میذاره اینجوری پشت سرم باز خودش داره کریکتر خوبی میسازه آفرین برو جلو حتی پشت سرم هم دوتا چش دارم نمیتونی یا پشت بزنی حتی از حیوان هم دارن نسل استفاده میکنن از روی جدید گوزن و بز و دیگه جک جنیور چی مونده ما انتخاب کنیم انگبوتی کلاقی یه روز میرسه که همه عروسه این خونه چه آجیتون بلده وازشو که ترند 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 بگو وزه واقعا راست میگه اینو موزیک خیلی خوبه واقعا راست میگه چی گفت میدونه مثلا میگه واسه این گاد شدم که میدونم چی ترنده و واقعا هم یه چیز جدید آورد توی رپ آره 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 سولاخو یهو بد پیدا کرد عجیب و جدید و باحال تا قبلش اصلا شما برو همون آهنگایی که توی کانال اسلامیک ریپابلیک آف ایران درست گفتم در واقع ریپابلیک اسلامیک آف ایرانش برید گوش بدید ببینید چقدر چرک کار میکرده اسم اون کانالش پوریا بشیریه آره که نوشته I'm from چی؟ احبلش کنه اصلا چه رزومه گوهی گذاشتی واسه خودت بشر تو
برای پلنگ با سفته. آره دیگه به نظام هم پشتش گرمه، جا پاش سفته تو ایران. الان میتونید بگه، ولی خب آره همه یه جایی مثلا یهود دیگه، یعنی فکر میکنی جمهوری اسلامی نمیدونه خونش کجاست، زندگیش کجاست؟ هم میدونه هم حمایت میکنه، هم چهار تا مامور هم واسهش گذاشته که حواسشون بهش باشه. جدی میگم، فکر نکن. یعنی الان مامورای رشت مطمئن باش میدونن که باید حواسشون به پوری باشه که اتفاقی براش نیفته. کلن اوکی هم با هم دیگه، مطمئن هم اینو جا پاش سفته واقعا. حتی میگن آلبومش رو از سامانه های ایران استفاده کرد برای فروشش دیگه. دیگه ولی نیازی نیست راجب این چیزا صحبت کنیم. آره دیگه میمونه با مخاطب دیگه تصمیم گیریم. آره. داستان. و میدونی یه چیزی که هست، این تاثیر داره ها، این داستان این موزیک دادن و حمایت کردن و این چیزا، ولی اصل داستان اینه که مردم قلبن، مغزن، روحن، روانن، همه جوره آزادی رو بخوان، طلب کنن و در راهش قدم بردارن. اگه همه همدل این کار بکنن، هیچ کی تخمشون هم نمیتونه بخوره. نه جمهوری اسلامیش، نه ایلومیناتیش، نه گنده تر از اونش. دقیقا. آره، چون ایرانی ها یه چیزی دارن تو وجودشون که خفنه. هندوستان مگه نبود؟ هندوستان هم مستعمره انگلیس بود دیگه. همین انگلیسی که مردم میگن تا انگلیس و آمریکا نخواد، اونا هم نمیخواستن هندو از دست بدن، هندو از دست دادن کاملا. گاندی اومد و به لطف گاندی، رهبر نیاز داریم بچه ها، بدون رهبر نمیشه و هیچ رهبری بهتر از آقای رضا پهلوی نیست. تمام. اینو هیچ کس نمیاد بگه. تموم شد؟ نه تموم. آره، شد؟ تموم شد. مرسی که اینجای کار با ما بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب و بکوب دوستتون داریم. سوست بزنیم بهتون تا فردا شب. خدافظ.